اصرار دولت برای نگه داشتن سعید مرتزوی به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی حتی حالا که دیوان عدالت اداری رأی به عزل او داده بزرگی حاصل خواهد شد محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته است حکم دیوان عدالت اداری برای عزل سعید مرتزوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی اجرا نخواهد شد روز دوشنبه جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال حکم انتصاب مرتضوی خبر داده بود بر اساس قوانین ایران حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری قطعی است دولت احمدی نژاد تا کنون این حکم را نپذیرفته بند 11 ماده 23 در منزلت مجلس است احمد توکلی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس اعتقاد دارد اصرار بر حضور مرتضوی در تامین اجتماعی حتی می منجر به ازل وزیر کار شود. به گفته ای او بر اساس قانون دیوان ادالت اداری اگر وزیر کار مرتضوی را برکنار نکند خود او در مرز ازل قرار میگیرد. با وجود این انتقادات امروز سعید مرتضوی در جلسه هیئت دولت شرکت کرده. سوابق محکومیت متعددی داشتند. سعید مرتضوی یک چهره جنجالی است قاضی و دادستان سابق تهران که بعد از مرگ حداقل چهار نفر از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک تهران از سمت قضاییاش معلق شد دولت سه سال پیش او را رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا کرد و از اسفند ماه با سفارش محمود احمدی نژاد توسط وزیر کار به عنوان مدیرعامل تامین اجتماعی منصوب شد ریاست مرتضوی بر تأمین اجتماعی با اعتراض منتقدان دولت در مجلس روبرو شد نمایندگان طرح استیزاه علیرضا شیخ الاسلامی را به خاطر ابقای مرتضوی پیش بردند روز استیزاه وزیر کار این دو چهره غلام علی حداد عادل و احمد توکلی با این وعده که مرتضوی استعفا می دهد، نمایندگان را از استیزاه منصرف کردند مرتضوی استعفا نداد و مان تا مجلس جدید نمایندگان مخالف مرتضوی امیدوار بودند که با رأی دیوان عدالت اداری او از شود اما چنین نشده است دولت تا کنون از حکم دیوان عدالت اداری برای ازل مرتضوی سرپیچی کرده بر اساس قانون این کار مقام های دولتی می مجازات زندان برای آنها به همراه داشته باشد جناب آقای رئیس جمهور مقاومت یازده روزه جناب در مقابل حکم حکومتی رهبر انقلاب اسلامی منتقدان دولت اصرار دارند محمود احمدی نژاد و دولت او تخلفاتی داشتند اما تا کنون آیت الله خامنه ای از دولت حمایت کرده و به نظر می رسد در یک سال منتهی به پایان دولت احمدی نژاد اجازه برخورد جدی با او را ندهد آرش سیگاچی صدای آمریکا